ماه شعبان ایام شادی و سرور اهل بیت پیامبر علیه ما سلام می باشد و یازدهم شعبان نیز ولادت گل هاشمی جوان کربلا ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام می باشد. ولادت سراسر نور حضرت علی اکبر بهانه است تا آن حضرت را کمی بشناسیم. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. یازدهم شعبان مصادف با میلاد فرخنده حضرت علی اکبر علیه السلام است. پدر گرامی آن بزرگوار امام حسین علیه السلام و مادر آن حضرت لیلا بنت ابی مره بن عروه بن مسعود ثقفی است. در کتاب اعلام النساء آمده هی من فواضل نساء عصرها، مادر علی اکبر از زنان فاضله عصر خودش بود. تاریخ ولادت و وفات این مادر بزرگوار معلوم نیست، همچنان که آمدن او به کربلا هم مشخص نیست. اگرچه از زندگانی حضرت علی اکبر آنچنان نکات فراوانی به قلم تحریر نیامده است، ولی به همین مقداری که بیان شده است حاکی از روح بلند، بزرگواری، تقوا، ادب و دیانت آن حضرت است. نقل است روزی حضرت علی اکبر به نزد والی مدینه رفته و از طرف پدر بزرگوارشان پیغامی را خطاب به او میبرند. در آخر والی مدینه از حضرت علی اکبر سوال کرد نام تو چیست؟ فرمودند علی. سوال نمود نام برادرت؟ فرمودند علی. آن شخص عصبانی شد و چند بار گفت علی 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 ما یرید و ابوک، پدرت چه میخواهد؟ همه اش نام فرزندان را علی میگذارد. این پیغام را حضرت علی اکبر نزد حضرت ابا عبدالله الحسین بردند. ایشان فرمودند والله اگر پروردگار ده ها فرزند پسر به من عنایت کند نام همه را علی می گذارم و اگر ده ها فرزند دختر به من عطا نماید نام تمام آنها را نیز فاطمه خواهم گذاشت. خلق و خوی حضرت علی اکبر، رفتار و حرکات و ادب و متانت آن بزرگوار در حد اعلای برجستگی و درخشندگی یاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله را در ذهنها زنده می کرد. نام آن حضرت به عنوان جوان ابا عبدالله الحسین همواره با نام و عنوان جوانی همراه شده و هر زمان بخواهند الگویی از جوان نمونه و فداکار مثال بزنند، بدون شک نام علی اکبر در میان خواهد درخشید. درباره شخصیت حضرت علی اکبر گفته شده که ایشان جوانی خوش چهره، خوش زبان و دلیر بوده و از جهت سیرت و خلق و خو و رخسار شبیه ترین مردم به پیامبر اکرم بودند و شجاعت و رزمندگی را از جد بزرگوارشان حضرت علی ابن ابی طالب به ارث برده و جامع کمالات، محامد و محاسن بودند. در روایتی به نقل از شیخ جعفر شوشتری در کتاب خصائص الحسینیه آمده است ابا عبدالله الحسین هنگامی که علی اکبر را به میدان می‌فرستادند به لشکر خطاب کردند و فرمودند اللهم کن انت الشهید علیهم فقد برز علیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک و کن نائزا اشتقنا الی رؤیت نبیک نظرنا الیه. پروردگارا شاهد باش پسری را به میدان می‌فرستم که شبیه ترین مردم از نظر خلق و خو و منطق به رسول تو است و هر زمان دلمان برای پیامبر تنگ می‌شد نگاه به صورت این پسر می‌کردیم. امام حسین در تربیت آن حضرت و آموزش قرآن و معارف اسلامی به آن بزرگوار تلاش بسیاری عمل آورده و از آن حضرت یک انسان کامل و نمونه ساختند و شگفتی همگان از جمله دشمنانشان را برمی‌انگیختند. حضرت علی اکبر نمونه بارز یک جوان فداکار بودند، جوانی که به همه جهانیان درس آزادگی و فداکاری آموختند که با شجاعت و بیباکی از اعتقادات خود دفاع کرده و جان خود را در این راه نثار کردند. تربیت شایسته امام حسین سبب شد که حضرت علی اکبر به بهترین صفات کمال آراسته شوند. عواملی همچون اصالت خانوادگی، تربیت و وراثت، کسب علم و فضایل که از عناصر و تشکیل دهنده شخصیت هر شخص است، در وجود و زندگی آن حضرت فراهم بود. حضرت علی اکبر نسخه‌ای برابر با اصل نسبت به رسول خدا و شاخه‌ای از آن شجره طیبه و ریشه پاک بودند و وارث تمام خوبی‌های خاندان عصمت و طهارت به شمار می‌رفتند.
آن حضرت در ماجرای کربلا حضور فعال داشتند و در تمام حالات در کنار پدر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام بوده و با دشمن دین خدا به سختی مبارزه کردند. حضرت علی اکبر در روز عاشورا اولین نفر از بنی هاشم بودند که پس از مبارزه جانانه جام شهادت را سر کشیدند. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه.